با درود به بینندگان ارجمند تلویزیون ملی ایران برنامه در گذرگاه تاریخ رو به نام خدای ایران و به نام ملت ایران می آغازیم در برنامه امروز به هر روی برنامه تاریخ می آیم بخشی از زندگی نادر رو در بخشی از این برنامه خواهیم داشت و بعد به تاریخ چون بسیاری از من پرسیدن این نکته رو که آقا اصلا این شیعه ای که شما میگید می و بیطرفانه دارید بررسی میکنید این از کی آغاز شده اصلا و انگیزه آغاز شدن کیش شیعه چی بوده و چه دگرگونی هایی درش پیدا شده و همکنون چه سوء استفاده های از اون میشه و بعد در مورد مهدویت مهدویت امام زمان از دیدگاه جامعه شناسی و اینکه چطور شده که یه همچی باوری اصولا در میان مردم پیدا شده سخن بگید اگر امروز رسیدیم تا اون جایی که زمان به من پروانه بده این کار رو خواهیم کرد و با میریم بر سر تاریخ زندگی نادر گفتم که نادر پس از اینکه به نایب السلطنه ای برگزید کارها را کرد یکی دو سرکشی رو خوابوند به عبدالباقی فرماندار کردستان و کرمانشاه که شهروند عثمانی بود ولی طبق اون پیمان نامه ننگین فرماندار کردستان و کرمانشاه شده بود ولی خراج و مالیات رو میدادن به ایران نادر به اون گفت که من حاضر نیستم رو قبول کنم و باید شما برگردید به کشورتون اون رفت و سرعت در کرمانشاه در شهر بزرگ کرمانشاه سنگر گرفت و خندقها رو پر کرد و آماده نبرد شد حتی از مسائل مربوط به شیعه و سنی که همیشه درگیری در ایران باش بوده سو استفاده خواست بکنه به کرت ها گفت به کرمانش ها گفت شما بیشتر از نظرت کیش و آین به ما نزدیک سنی هستید و اینها شیعن و بیایید با ما باش ولی کورت های دلاور و کرمانشاهی ها گفتن ما با خودشون سخن میگفتند در گوشی و یا در خانواده ها که ما ایرانی هستیم در سپاه نادر شیعه سنی مسیحی یهودی همه جور آدمی یافته میشه برای اینکه از این آب و خاک که خانه بزرگ ماست دفاع کنیم در زمانی که نادر رسید به کرمانشاه رو محاصره کرد در همون شب اول در بازار و در گوش کنارهای تاریک کردهای دلاور با دشنه بسیاری از سواران و سربازان عثمانی رو کشتم نزدیکه های نیم شب به عبدالباقی فرماندار شهروند عثمانی خبر دادند که پنجا شست سرباز کشته شده در بازارها و در تاریکی ها خودش میاد چندین چند تن از کردها رو که دستگیر کرده بودند تازیانه بزنه که ناگهان از تاریکی بر سرش میریزن و عبدالباقی رو میکشن کشته شدن عبدالباقی باعث میشه که در بامداد درهای شهر باز میشه و مردم میان و سربازان ایرانی رو با آغوش باز میپذیرن نادر وارد شهر میشه بلافاصله فرماندار رو تعیین میکنه و میره رو به باختر میره رو به اون بخشی از خاک ایران که در تصرف عثمانی ها بوده میدونید که اراق امروزی مدت زمان درازی نیست که استقلال یافته پیش از اون یه زمانی زیر نظر تحت قیمومت انگلستان بود و پیش از اون عثمانی ها داشتن اونجا رو بخشی از اونجا هم دست ایرانی ها بود یعنی همین موسل و کرکوکی که امروز شما بسیار در خبرها می شنوید، این بخشی از خاک ایران بود تا نزدیکی های نجف ولی نجف و کربلا و بغداد دست عثمانی ها بود و این بخش رو هم در جنگی که شاه تحماس کرد با عثمانی ها از دست داد حالا نادر اومده پس میگیره. وقتی که کرمانشاه رو گرفت و فرماندار تعیین کرد بلافاصله وارد اون سرزمینی شد که مال ایران بود ولی در دست عثمانی ها بود رفت با یک حمله برغاسا کرکوک و موسل رو تصرف کرد و دژ اونجا رو باز کرد اونهایی که جنگیدن یا کشته شدن یا گرفتار شدن و بقیه هم گریختند و نادر خیالش که از اونجا راحت شد برگشت سر راه خودش از کرکوک و موسل تا نزدیکی های بغداد هرچی پایگاه و پادگان عثمانی ها بود چه کوچک چه بزرگ تصرف کرد خب خبر این پیروزی ها رسید به احمد پاشا و احمد پاشا فرماندار بغداد یکی از پاشاهای بزرگ عثمانی بود خب معلومه فرمانداری شهری مثل بغداد رو وقتی به او بدن روشنه که چه خبر هست و چقدر این درجه بالایی داره نادر اصولا در تا اینجا رو من در برنامه های پیش گفتم نادر به موقعیت محلی آشنا نبود اراق رو ندیده بود در کشور در خود ایران که می جنگید خب یا بلدهای مختلف باش بودن یا خودش می شناخت منطقه رو در اینجا نمی شناخت نمی دونست کجا شنزاره کجا شنزار نیست کجا کوه کجا دشت کجا باطلاقه و این بود که 20 تن رو برگزید از کسانی که زبان تازی میدونستان رخت روستایان رو به تنشون کرد و اینها رو فرستاد که برن منطقه رو بازرسی کنن از طرف دیگه احمد پاشا هم میخواست نادر رو معطل کنه تا توپال عثمان پاشا که دربارش گفتم بزرگترین سردار و سپه سالار ها بود تا اینکه او برسه و پاشای بزرگ عثمانی توپال عثمان رو برای رو روی با نادر فرستاده بود که یکسره کار نادر رو فیصله بده و پرونده جنگاوری نادر رو ببنده او سردار بسیار دلاوری بود توپال پالاسمان پاشا جوان مرد بود آدم وقتی دشمنش هم جوان مرد بپذیره که دشمن جوان مرد رو هم بگه جوان مرده و جوان مردیش همیشه زبان زد بود اما در جنگ ها همیشه پیروز میشد با شکست خوردگان به نرمی رفتار میکرد و به هر روی مرد فرهیخته و بزرگ و نظامی سرشناسی بود در هر حال وقتی نادر به سیزده فرسنگی بغداد میرسه میسته 20 بلد رو میفرسته که ببینند راه در چه حالیه تا شهر بغداد از نظر منطقه و اقلیمی چجوریه در زم اروند رود یا همون دجله که ما میگیم خط دفاعی بسیار نیرومندی بود برای دفاع از بغداد و سرزمینی که دست عثمانی ها بود در عراق به همین دلیل تمام کرجی ها رو عثمانی ها از سمت خاوری رودخانه برده بودن به سمت باختری و این رودخانه بزرگ میان سپاهیان ایران و سپاهیان عثمانی فاصله داشت نادر میدونست که بدون رد شدن از این رودخانه نمیتونه بغداد رو بگیره این بود که که بلدها رو فرستاده بود خود نادر با حدود یک تن مرد جنگی سوار ایرانی شبانه در نیمی شب این آدم اصلا خواب نداشت براش مسئله ای نبود که نیمی شب بامداد پگاه بیگاه براش مطرح نبود با صد تن از سواران میره و بررسی کنه وضع منطقه از طرف دیگه احمد پاشا هم محمد پاشا رو که یکی از سرداران عثمانی زیر دستش بود با صد تن تن از سواران ترک میفرسته ببینه نادر تا کجا آمده این دو تن موقعی که میرن به طرف اردوگاه های اصلی خودشون میرن به طرف اردوگاه دشمن یعنی نادر با صد تن میرفته به به بغداد و اونها از سوی بغداد می اومدن به این ور که بینن اردوی نادر در کجا زده شده همدیگر رو ندیدن ولی نزدیکی های سهرگاه که بررسیشونو کردن موقع بازگشت زمانی که نادر از سوی بغداد داشت می اومد به طرف اردوگاه و زمانی که محمد پاشا از سوی اردوگاه نادر حالا بررسی کرده بود یا نکرده بود میرفت به طرف بغداد به یکدیگر رسیدن در آغاز محمد پاشا که اون نیروهایی که در روبرو میان از خودشان نادر هم همین اشتباه رو کرد فکر کرد از اردوی خودش دارن میان ولی درست نزدیک هم که رسیدن یک بار پی بردن که هر دوشون از نیروهای دوش، مخالف خودشون هستن جنگ بزرگی در میگیره با همین ستن در تاریکی در زمانی که هنوز سپیده ندمیده بود تیری بر شکم اسب محمد, محمد پاشا محمد پاشا میخوره در میغلطه اسب بر زمین سربازان از شکل قیافه اسب و یراقی که داشت و لباسی که سوارش بود اون شخصی که سوارش بود اون رختی که پوشیده بود پی بردن این آدم مهمیه شاید هم فرمانده اینها باشه میریزن که ایشون رو زنده بگیرن نیروهای عثمانی هم میریزن حمله میکنن که اینها رو رد کنن در یک منطقه کوچک تنگ جنگ سختی در میگیره و سرانجام محمد پاشا کشته میشه وقتی کشته میشه بعد پی میبرند که این محمد پاشاست به هر حال نادر میرسونه خودش به اردوگاه در سهرگاه بررسی که میکنه میبینه که در حدود 27 نفر از سربازان خودش و 32 نفر از ترک ها کشته شدن یه ده پونزده تن اسیر بودن بقیه بود نادر گفتم نقشش این بود یعنی خواستش این بود که از اروند رود بگذره برای این کار شما ببینید چه برای نگهداشت این سرزمین چه فداکاری هایی شده زمانی که نادر رفته بود به طرف بغداد بره زمستان بود زمستان بود نادر دستور میده پنجاه تا سربازی که شنا بلدن برگزیدشن از توی سپاه پیداشون میکنن یا خودشون معرفی میکنن دستور میده که برن برهنشن و از رودخانه بگذرن و اون طرف نگهبانان کرجی های عثمانی ها رو بکشن و کرجی ها رو بردارن بیاورن این بر رودخانه شما ببینید در زمستان در شب اوریان از رودخانه داشتن اینها هم از جنگ افزار فقط یک دشنه داشتند که اون رو هم به دندان گرفته بودند که از رودخانه بگذرن و این کار رو میکنن و از رودخانه میگذرن و همونطور که اوریان بودند میان آرام آرام از داخل نخلستان ها نزدیک نگهبانان کرجی ها که میرسن حمله میکنن به اونها و با دشنه اونها رو از پای در میارن ولی پادگان دیگری نزدیک اونجا بوده به محض که صدای هیاهو و فریاد و غیره رو میشنوند اونها میان به یاری کرجی رانان عثمانی و سربازان ایرانی هم که پوششی بر تن نداشتن جنگ هم جز یک دشنه نداشتن ناگزیر واپس مینشینند و تنها سه تنشون کشته میشه چند تن زخمی میشن ولی هفت کجی رو میتونن به این سوی رودخانه بیارن از پنجاه یا چهل کرجی و به این سوی میان و نادر میبینه که این هفت کرجی دردی از برنامه های او دوان نمیکنه و باید هم از رودخانه بگذره بینندگان عجمند زمان پخش آگهی ها گویا فرا رسیده اگر اتاق فرمان آگهی ها آماده است میریم آگهی ها رو میبینیم و باز میگردیم دنباله این داستان رو خواهیم گرفت نادر وقتی که رسید به اردوگاه و این زد و خورد انجام شده بود دانست و مرد جنگی بودی دانست که ممکنه ترک ها شبیخون بزنن چون تا اون موقع نمیدونست ترکان نمیدونستن نادر در کجاست ولی حالا میدونن این بود که فورا دستور داد توبخانه ایران در کنار مرز یعنی در کرانه رودخانه اروند رود موضع بگیرند و شروع کنند به آتشباری. و همزمان با این کار دستور داد که تمام درود بر شما میتونم با من انقطا هستم درود بر شما حالا شما خوبه؟ سپاسگزارم. شما از کجا زنگ میزنی؟ من از کانادا زنگ میزنم بله از بخش شرقی یا غربیش؟ من ونکوور هستم ونکوور هستید ساعتتون با ساعت ما یکی بله بله زمین تشکر از برنامه تون خواهش میکنم یک اگه اجازه بدین یه انتقاد حتما بفرمه شما از یک طرف فرمودید به هر روی بارها هم گفتید و تو همون جملتون کلمات به دلایل زیاد و امتیاز رو به کار بردی آیا منافات نداره؟ کاملا یه نکته من به شما بگم من میتونم چنان سخن بگم که یک واجهی تازی در اون نباشه خیلی خوشحال میشه. اما بره. کسانی هستند که گوش میدن این رو اونهایی که گوش میدن هم میهنان ما هستند که با زبان روزانه مردم سخن میگن در اون زبان روزانه خواه ناخواه ببینید من همه جور دارم پارسی با شما سخن میگم در اون زبان روزانه خواه ناخواه واجه های تازی هم هست اگر من بیام و در گفتارم یک سر پارسی بگم تا بیننده ای که به این واجه ها کمتر آشناست بیاد پی ببره که من چی گفتم بخشی از سخنان من میره در نوشتارهام در کتابهام یکسره پارسی سخن نوشتم اما در اینجا به من این پروانه رو بدید که گهگراه واجه هایی که به گوش مردم آشناس بگم و رفته رفته از شمار اینها کم کنم و بعد یک سره بیام پارسی سخن بگم شما این رو میپسندید؟ نه خیلی ممنون از توضیحتون و سپاس, میکنم سپاس گذارم دوستون خوش این بیننده میگم ز... مرزهای زمینی منظورشون از مرزهای زمینی که امروز هست کدومه اگر مرزهای زمینی ایران رو میگید مرزهای زمینی ایران بدبختانه از زمان قاجاریان دگرگون شد در زمان در آغاز یعنی پس از مرگ نادر کشور ایران گستردگی عجیبی داشت از پیشاور بود تا بخارا و سمرقند از مرز چین بود تا کرک موسل از گرجستان و باکو و قفقاز بود تا بحره و در جنگ هایی که فتری کرد بخش های بزرگی از این سرزمین از دست بعد در زمان ناصرالدین شاه روس ها آمدن بخش ماورا و نهر ما فرارود رو گرفتن آخال رو گرفتن مرو رو گرفتن حضرت, حضرت ناصر شاه در خاطراتش نوشتن روس آمد آخال را گرفت چه بگوییم؟ بگوییم نگیر خب این همسایه از ما میرنجد بگوییم مرو نرو شما ببینید تراز فکر یک شاه که وظیفش حفظه اون, اون هم در زمان پیش از مشروطیت که شاه همه قدرت ها رو داشت حفظ سرزمین ماست چی بوده که روسه اومده اگه بهش بگیم نگیر با ما بعد میشه همون زمان ناصر نیشاه افغانستان هم جدا شد و بسیاری از جزیره های خلیج فارس از دست ما رفت و بدبختانه در پیش از انقلاب هم بحرین رو از دست ما گرفتن از این سوی هم همینطور در جنگ هایی که شد وقتی که عثمانی شکست خورد دیگه انگلستان آمد و این بخش دیگر رو هم گرفت در زمان یعنی بعد از مرگ آقا محمد خان این عثمانی ها جلو آمده بودن و بعد که عثمانی ها شکست خوردن رفت تحت الحمایه انگلستان شد و بعدم عراق کنونی از شکمش بیرون اومد اما پرسیدند که این مرزها از چه جور ساخته میشه مرزها ها در سراسر تاریخ کره زمین از زمانی که دولت ها تشکیل شدن پیوسته در حال دگرگونیه این دگرگونی به نام مذهب ممکنه باشه به نام ملیت ممکنه باشه به نام زبان ممکنه باشه ولی از همه مهمتر اون چه که مرزها تعیین میکنه سیا... نیروهای سیاسی و نظامی هستن و میبینید که مرتب دارن مرزها عوض بشه یوگسلاوی وقتی تیتو مرد چهار کشور از بغلش زاده شد از این چیزها در تاریخ در پهنه پلیتیک پهنه سیاسی و منطقی فراوان دیده میشه برمیگردیم به دنباله سخن در مورد نادر ام گفتم احمد پاشا فرماندار و نگهبان بغداد اروندرود رو یک مرز استوار خودش میدونست و نادر هم این رو میدونست به همین دلیل دنبال وسیله میگشت که از این رود بگذره و وقتی نتوانست کرجی ها رو بیاره و بیش از هفشت شش هفت کرجی به این سوی نیامد اون هم به بهای از دست دادن تن سرباز دلاور نادر توبخانه رو در بخش خاوری رودخانه استوار کرد و از این سوی شروع به شلیک شد که سرگرم نگه داره ترک ها رو عثمانی هم از اون سوی پاسخ شلیک و آتشباری توبخانه ایران رو دادن در پشت نخلستان ها نادر دستور داد که درخت های نخل رو همه رو اره کنند و این چون میدونید نخل درختی است که راست میره بالا و اینها رو هر کدومش که به بلندای ده متر بود اینها رو بریدند و بعد به دو بخش کردند دو تا پنج متری درست شد دستور داد خیک های مشک هایی که همیشه نادر با خودش اینها رو میبرد بر بار شتورها و اسبها و عرابه ها میکرد این مشک ها رو باد کردند و با ریسمان ها به زیر این الوار ها بستند و همه این کارها پنهانی انجام میشد. بعد در روزی که گزارش بهش دادن که در حدود مثلا دویس یا 500 الوار آماده است و مشکاش هم آماده است و اینها رو بستیم به هم دیگه باز دوازده سرباز رو شناگر رو فراخواند و یکی یک ریسمان به دست اینها داد و به اینها گفت شناکنان برید اونور و سر این ریسمان ها رو محکم به درخت های اونور ببندید البته این کار رو در نیم فرسنگی یا یک فرسنگی میدان جنگ و اونجایی که آتشبار آتشبارها انجام میشد انجام داد برای اینکه توجه ترک ها به اون قسمت نره و دوازده سرباز این کار رو کردن رفتن از اون ور سر ریسمان ها رو بستن به پایه های نخل ها یا سنگ های بزرگ و بعد از این طرف یکاییک این الوارها رو با مشک ها رو بر روی این ریسمان ها بستند و در حدود سه هزار تن از سازان ایرانی رو نادر همراه خودش به آن سوی رودخانه برد و اونها رو در استطار کامل نگه داشت نزدیک سرگاه برگشت شب بعد باز هزار و دو هزار و هم از سربازان رو به اون سوی انتقال داد فقط سربازان رو انتقال داد و باز خودش برگشت در برای آگاهی اون بیننده ای که یک بار به من گفت تاریخ ها رو بگید و برای اینکه بدونید در چه موقعیتی این سرباز ها لخت می شدن و در رودخانه می رفتن تاریخی که این پل زده شد بیستم دیماه 1111 هجری خورشیدی است 1111 هجری خورشیدی ببینید بیستم دی ماه بوده به هر روی این کارها شد و در شب سوم قرار توبخانه و سواران بیاد البته از پا پاهاشون می لغزید ولی خب سوارها با احتیاط می رفتن ولی به محصی که توبخانه حرکت کرد و آمد بعد از رفتن سه یا چهار واحد آتشبار پل طاقت نیاورد و ریسمان پاره شد سه توپ به درون دجله فرو افتاد و غرق شد و دیگر توپ ها واپس نشستند و نیامدن به این سوی اما نیرو در حدود پنج هزار تن در این سوی نادر تهیه دیده بود و خودش هم در این سوی بود که این پل پاره شد و در بعضی از تاریخ ها نوشته شده که یک مهندس بیگانه خوب دقت کنید در بعضی من در دو تاریخ دیدم این رو نوشتن که یک مهندس بیگانه در ساختن این پل ها به نادر به سپاه نادر کمک میکنه ولی در هیچ یک از دیگر تاریخ هایی که در حدود 40 45 تاریخ رو من خوندم ننوشتن هم چیزی رو این به اندیشه و به منطق درست میاد اگر اگر یک مهندسی بیگانه بوده میگم با اینکه اطمینان نیست و من معتقدم که چون برخی از کتاب ها نوشتن نادر مبتکر پلهای معلق مهندسی پلهای شناور ببخشید پل شناور مهندسی نظامی بوده یکی دو کتاب نوشتن اینو یعنی این پلای نظامی که بعدا درست شد همش پل شناور پل شناور میگفتن مبتکرش نادر بوده اینو بعد اما دو کتاب هم نوشتن که یک مهندس بیگانه این کار میکرده حالا چرا میگم ممکنه درست باشه برای اینکه اروپا از دو نیروی عظیم خاورزمین عثمانی ها امپراتوری گسترده عثمانی که از او اوکراین کنونی تا بخش باختری بخشی از بخش باختری قفقاز و تمام کرانه های جنوبی دریای سیاه که هم اکنون هم ترکیه کنونیه و بخشی از یونان و مجارستان و رومانی سوریه کنونی، لبنان کنونی، اردن کنونی، فلسطین کنونی، اسرائیل کنونی، عربستان کنونی تمام اینها جز امپراتوری عثمانی بود همچی غول نظامی در اونجا بود رو در روی امپراتوری پروس ایستاده بود یک قول نظامی هم پشت سرش بود که اون ایران بود خب روشنه که اون سیاست بیگانه این دو نیروی عظیم رو به جان هم میندازه و به هر داشون کمک میکنه تا هر دو ناتوان بشن و مزاحم اونها نباشن حالا البته بعد نادر کارهایی که کردشون میده که به این ترفند آگاه بوده و نگذاشت یعنی هر بار که با عثمانی ها درگیر میشد جبهه دوستانه خودش رو بیشتر نشون میداد و سرانجام هم خواهیم رسید که قراردادی رو که بست چگونه بود و نشون میداد که این قراردادی که بسته کاملا آگاهه که جنگ ایران و عثمانی به سود اروپاییانه بینندگان من تا اینجا رو داشته باشید که ببینیم بعد هفته آینده روشن میشه که آیا به راستی بغداد رو توانست نادر بگیره آیا با توپال عثمان که روبرو شد چه کرد و سرنوشت نخستین جنگ بزرگی که به هنگام نایب و ای با عثمانی ها داشت چه خواهد بود بینندگان عجمند میریم پیام های بازرگانی رو میبینیم و میشنویم باز میگردیم میپردازیم به بخش دیگری از برنامه خب برنامه برنامه تاریخ و چند هفته است که در زمینه نکه های دینی که نشون میده که آخوند از اسلام جدا شده و آخوند مسلمان نیست سخن گفته شده یکی از بینندگان یعنی یکی که بیشتر بودن پرسیدن که اصولا این شیعگری از کی پیدا شد آیا از زمان صفویه پیدا شد آیا از زمان قاجاریه بود یا پیشتر بود خب این چون به تاریخ مربوط میشد در این برنامه من گذاشتم و دنباله اون زنجیره گفتاری که مربوط میشه به اینکه آخوند مسلمان نیست به دنبال این بررسی تاریخی اگر زمان بود خواهد آمد بینندگان ارجمند شیعیگری از زمان معاویه آغاز شد بسیاری میگن که زمانی که ابوبکر و عثمان و عمر شدند خلیفه و علی چهار رو میشون بود گری آغاز شد نه گری از زمان معاویه آغاز شد منتها زمانی که آغاز شد کسانی که خودشون شیعه دونستن برگشتن آمدن به گذشته استناد کردند و چنگ زدن به اون انتخابات و گزینش. وگرنه وقتی که پیامبر درگذشت در صلیفه در بنی ساعده ده دوازده نفر از یاران نزدیک پیامبر جمع شدند حتی علی که برای کفن و دفن پیامبر با ابوبکر رفته بود اونها هم خودشون رو برخی از تاریخ نویسان نوشتن رسانیدند و اونجا پیشنهاد شد که ابوبکر که یار غار پیغمبر بوده و سرمایش رو خرج کرده پدر زن پیغمبر بود و سالمندترین یاران پیامبره بشه خلیفه و علی هم باش بیعت کرد حالا در اینجا اصلا اصل نامه رو اصل سخنان علی رو من براتون خواهم گفت بنابراین این مسئله که کلا سر علی گذاشتن و نمیدونم درست نبود و بعدش عمر اومد و عمر نمیدونم فاطمه رو لای در فشار داد و بچه ازش افتاد و این مزخرف ها و این پرت و پلا فقط بعدا آخوند ساختن شیعه در این زمینه چندان پافشاری در اون حالت که اونها ناحقا نداشت شیعه اینو خستی اصولا شیعه یک جنبش سیاسی ملی بود که ایرانی ها انجام دادن به دلایل گوناگونی که بخش بزرگی از اون رو من در یکی دو ماه پیش در قهرمانان استقلال ایران که از ابو مسلم آغاز شد بعد به سندباد رسید و, و بعد استاد سیس و بعد آمد رسید به المغنه و غیره همه رو در اون موقع من گفتم انگیزه های مختلف پدید آمدن شیعه چی بود که ایرانی ها اون رو سر و سامان دادن و ازش سود بردند و یک شاخه پیدا شد که بعدن بهش هشف و زوائدی چسباندنش به این روزش انداختن به هر روی معاویه علت اینکه میگم شیعه از زمان معاویه آغاز شد این بود که معاویه به بهانه کشته شدن عثمان پیراهن خونی عثمان رو بر سر چوب کرد و گفت علی قاتل عثمان بوده در حالی که تاریخ ها در تاریخ ها ما میخونیم زمانی که مردم خشمگین شده بودند از رفتار امپراتور معابانه عثمان و خواستند برن باهاش سخن بگن علی که میدانست که نمیشه جلوی خشم عمومی رو گرفت و وقتی یک اجتماعی در یک جا برن در خور کنترل نیستند نمیشه کنترلشون کرد حسنین رو یعنی امام حسن و امام حسین رو که بزرگ بودند اینها رو فرستاد با این جمعیت که مواظب باشید کاری نشه که به عثمان اهانت شه و یا مثلا ضرب و شت میزده بشه بهش حتی علی نمیدونست که به کار به کشتن میرسه و بدبختانه نشد و اینها هم نتونستن جلوی مردم رو بگیرن و عثمان کشته شد این بهانه به دستش افتاد که بگه علی این کار کرده من یادم میاد در رژیم پیشین در یکی از نشریات خیلی جوان داستان کشته شدن عثمان رو می نوشتم بعد در یکی از کتاب ها خوانده بودم که زمانی که عثمان کشته میشه و حسنین امام حسن و امام حسین که البته اون موقع امام نبودن هنوز چون علی زنده بود و بعدا شیعیان اسم اینها را امام گوشتن فرزندان علی بودن آمدن و گزارش دادن به پدرشون که عثمان کشته شده علی به اندازه خیلی این شد که به گوش اینها سیلی زد اینو در یک کتابی من خونده بودم و اینو نوشتم در مقالم روزی که اون نشریه چاپ شد من نوشته خودم رو که خوندم نه نوشتن این رو نوشتن که حسن این آمدن گزارش دادن که عثمان کشته شد تلفن کردم به مدیر روزنامه که آقا این بخشی از نوشته من نوشتم گفت بله چاپخونه این کار کرده گفتم چی میگه؟ گفت کارگرای چاپخونه گفتم ما این اون موقع حروف چینی بود با دست حروف گفتم ما اینو حروف چینی نمی کنیم گفتم چرا گفته برای که امام که کشیده نمیخوره گفتم آخه به اونها بگو آقا نادانان نخست این که اصلا خود علی هنوز اون موقع شیعیان به امامت نگوشت اصلا خلیفه نشده بود هنوز یک دو از کی سیلی خوردن از پدرشون علی بعدم اینو که من از خودم در رای بودم من در یک نسخه اتفاقا نسخه کوهنی هم بود این رو خونده بودم و منظور این نیست که اعانت بوده این تاریخ رو داریم می‌نویسیم منظور اینه که اینقدر خوشگندیشی در میان ما رواست به هر روی معاویه این بهانه به دستش افتاد که علی رو کشته و میخواست جلوی خلافت علی رو بگیره و البته نتوانست و اومد و علی خلیفه چهارم شد یعنی چهارمین خلیفه راشدین ولی بعد از مرگ علی معاویه اومد خلافت رو در میان خانواده خودش موروسی کرد و بنی امیه رو بنیاد گذاشت بنی امیه دارای عصبیت عربی بودن بسیار نسبت به کشورهایی که به زیر چیرگی تازیان در اومده بودن سختگیر بودند و ایرانیانی که صاحب فرهنگ بودند صاحب تاریخ بودند کشورداری می دونستن و خیلی اصلا یه بخش بزرگی از عربستان زیر چیرگی ساسانیان بود زیر بار این کار نمی رفتن این بود که آمدند و پیروه، گفتن ما پیرو علی هستیم. گفتم رفتار ماویه و بنی امیه همه بیگانگان زیر چیرگی، تازیان رو خشمگین کرد ولی ایرانی ها چون هم هم مرز بودن و هم آدمی نبودن ملتی نبودن که زیر بار این سخنان برن و شعوبیه رو بعدا تشکیل دادن همین شیعه رو درست کردن اینها نمودار این که یه ملت بافرهنگ فرهنگ بودن میدونستن چی کار دارن میکنن از کدوم راه باید برن ریشه عرب ها رو بزنن این بود که آمدن و گفتن ما پیرو علی هستیم به ماویه اینا اصلا کاری نداریم باشون هم دشمنی لغت پیروف در زبان تازی میشه شیعه شیعه یعنی پیروف و هر جنگی که در گرفت چون به هر حال این امپراتوری عظیم رو که تازیان ها نمیتونستن اداره کنن که بسیاری از ملت زیر بار نمیرفتن ایرانی ها اینها رو تحریک میکردن به این کار حتی خود تازیان اگر علیه خودشون شروع میکردن به جنگیدن ایرانی ها نگاه میکردن ببینن کدوم یکیشون بیشتر طرف خود اینان میرفتن تو سپاه اونا و جنبش مختار سقفی رو همه ما شنیدیم که به خونخواهی امام حسین آمد ایرانی ها رفتن اون رو تقویت کردن و جنبش های دیگه رفته رفته خودشون هم جنبش های پدید آوردن که اینها رو من در برنامه های پیش به گستردگی گفتم ولی وقتی تاریخ رو نگاه میکنیم میبینیم این جنبش ها تا زمانی دراز چندان نیرومند نبود یعنی ریشه اصلیش و اکثر میشه در خراسان و فرارود یعنی همین ماورا و نر که دور از دست عرب ها بود دورتر بودن البته اونها نمایندگان داشتن سربازانی داشتن ولی از بغداد و از سامره و مکه و مدینه و اینها دور بودن به همین دلیل ایرانی ها در اونجا بیشتر ریشه میدوندن و باعث زحمت میشدن و خب روشنه که تازیان هم به سختی با این جنبش ها برخورد میکردن و بیرحمانه بسیاری از ایرانی ها رو میکشتن همونطور که سندباد وقتی که با هفت هزار رفت تا آذربایجان رسید و از طرف خلیفه سرداری عرب آمد و او رو کوبید تمام اونها رو کشتم یعنی وقتی که پیروز می شدن، به هیچ روی رحم نمیکردم. و اون عصبیت عربیشو نشون به هر روی تا زمانی که بنی امیه بودند این جنبش شیعی چندان پیشرفتی نکرد البته در میان خودش نزج گرفت دکترین خودش رو اون مرامنامه خودش رو آرام آرام داشت تدوین میکرد که بهش خواهم رسید و بود این زمان تا ابو مسلمی پیدا شد و توانست خلافت رو از بنی امیه به عباسیان انتقال بده البته منظورش بنی هاشم بود ولی عباسیان خب یه پله بالاتر بودن و اونها هم در اونجا نفوذ داشتن اونها خلافت رو گرفتن وقتی خلافت عباسیان گرفتن شیعه یک نیرو و توان بیشتری پیدا کرد ولی آشفتگی ها هم بیشتر شد. حتی در زمان یعنی در اون موقع انتقال بین بنی امیه تا عباسیان عبدالله پسر زبیر در مکه قیام کرد، دعوی خلافت کرد، بعد محمد ابن حنفیه در مدینه دعوی خلافت کرد و همچنین کسان دیگری هم دعوی خلافت کردن حتی خود ابو مسلم به نادرست نسبت خودشو به هاشمیان رسونده بود برای اینکه که بتونه پایهی برای خلافت داشته باشه که بدبختانه نشد حال همه اینها رو من در زمانی که شرح زندگی ابو مسلم و دیگران رو میدادم به گستردگی گفتم و گفتم که ایرانیان مخالف بنی امیه موافق هاشمیان یعنی خاندان پیغمبر بودند و توانستند این انتقال رو انجام بدن پرسیده بودن که چرا ایرانی ها علی رو انتخاب کردن این رو هم در اون موقع با گستردگی گفتم که چون علی با هر گروهی که جنگید اون گروه گروهی بود که به ایران تاخته بود ایرانی ها آمدن این سوی رو گرفتن با تله جنگید با زبیر جنگید با آیشه جنگید با معاویه جنگید با خوارج جنگید تمام اینها عرب های بودند که ضربه هایی رو در موقع حمله عرب به ایران زده بودند و اینها می علی حالا خواه ناخواه خواسته یا ناخواسته با اینها در جنگ این بود که دنبال ایرانی ها به هر روی باید یه پایگاهی بتا میکردن دنبال علی رو گرفتن و داستان شهر بانور هم ساختن که بله پسر دختر یزدگرد بوده و علی موقعی که این اسرا رو بردن نزد عمر به عمر گفت این رو بدید به حسین پسر من چون شاهزاده است و چون فر... اصلا من در هیچ تاریخی نخوندم که اه... یزدگی دختری به نام شهربانو داشته باشه وانگهی امام حسین اه... دو... اه... همسرش رو شهربانو رو گرفت خیلی خوب چطور در مرگ امام حسین در کربلا ناگهان شهربانو در شهر ری پیدا شد شابدالعظیم در جنوب تهران و بعد در اون کوه اومدن و اون بارگاه و ساختن و دکان برای آخوندا باز شد که بله این شهربانو همسر امام حسین و کجا اونم تو کوه اصلا تو سنگ چجوری اونجا فرو رفته گفتن بله شهربانو وقتی که اومدن بگیرنش گفت یا هو مرا دریاب ولی خدا اشتباه کرد نشنید خیال کرد میگه یا کو مرا دریاب و رفت تو کوه فرو یعنی برای پرت و خدا رو نادان میشنسه میگه خدا نشنید اشتباه کرد این گفت یا هو مرا دریا اون گفت خیال کرد میگه یا کو مرا دریا به هر روی از این داستان های مسخره میگه به هر روی صورت مخالفین بنی امیه و همین با هاشمیان ساختن و توانستند این انتقال بزرگ رو انجام بدن رفته رفته شیعه جان گرفت و کم کم نیروش بیشتر شد اما همونطور که در آغاز این گفتارم گفتم جنبش شیعی یک جنبش ملی سیاسی مذهبی بود یعنی در عین حال که مذهبی بود پیرو علی میدونست خودش رو علی یکی از خرفای راشدین بود در اسلام مرد بزرگی بود اون چی که در کتاب ها چه سنیان چه شیعیان دیگران نوشتند علی یک فرهیختگی مخصوصی داشت ایرانی ها او رو گرفتند و بعد هم داستان حالا بنوور رو که چطور شاهنشاهی رو در اسلام پیاده کردن علاهده میارم به همین دلیل میگم جمع سیاسی بود که پدر که میمرد پسر امام میشد اون که میمرد اون یکی امام میشد همینطوری میمدن پایین که رسیدن به امام یازدهم که توضیحش رو خواهم داد به هر روی این پیروی از علی رو اونقدر دنبال کردن که نا هان گفتن اصلا ابو بکر و عمر و عثمان آدم های پایینی بودن و علی از همه اینها شایسته تر و والاتر بود در حال که علی از همه اینها جوان بود و اینو شیعیان میگن و بعد آخوندها هم بل گرفتن و هیچ زیاد کردن جایی که به ناسزا گفتن به عمر و عثمان و بکر انجامید که اصلا شغلی شده بود در زمان صفویه حتی تا زمان قاجاریه که یه آدم درویش قلندری درویش بی سر و پایی را میافتاد افتاد در بازار و شروع می کرد به ناسزا گفتن به عمر و عثمان و ابو و پول می گرفت شده بود یه شغل و اینها به تاریخ نگاه نمی حتی آیت الله هاشون. برای اینکه من عین تاریخی که هم در کتاب های سنی نوشته شده هم در نهج البلاغه نوشته شده عینا براتون میخونم وقتی که به خلافت رسید علی وقتی که به خلافت رسید نامه ای برای معاویه نوشت نوشت عینا نامه چنینه آن گروهی که به ابوبکر و عمر و عثمان دست دادند و بیعت کردند در حقیقت به من دست و بیعت کردن شما ببینید چقدر سیاست مدارانه چقدر فروتنانه چقدر جالب داره توضیح میده و کسی را یارای آن نیست که نپذیرد و گردن ننهد مهاجران و انصار هر کرا که برگزینند خوشنودی خدا در آن است این نامه تو نهج البلاغه هست توی تاریخام هست ولی آخوند در اوج پررویی اهل حرفا نیست و میگه مرقیه پا داره و سر حرف پوچ خودش ایستاده حالا زمانی که همونطور که گفتم عثمان در مورد ابوبکر دیدید علی چقدر روشن داره میگه کسی که با اون دست داد بس که با من دست داده بنابراین من اونو قبول دارم و همچنین زمانی که عثمان کشته شد حتی فرزندان خودش رو بهشون پرخاش کرد بنابراین میبینیم که سخنی که اینها میگن یک سره با تاریخ جداست علی دختر خودش به نام ام کلسوم دوازده ساله رو به عمر داد عمر خواهر خودش رو به همسری علی در آورد و ازشون فرزندی پدید اومد به نام عمر ابن علی خب اینا رو مگه در تاریخ نمیبینید شما آخونده چطور میگید اینا با هم دشمن بودن چطور حذف تاریخ میکنید بینندگان ارجمند من این رو توضیح بدم گویند که نیازی به توضیح نیست هر کسی عقیده خودش رو داره ولی خیال نکنید من سنی هستم نه من یه مسلمانم یه مسلمانی که اهل بررسی و تحقیقم نه شیعه نه سنی هم. من تاریخ رو نگاه میکنم ببینم چیست این هایی که بعد به بغل تاریخ چسبوندن و انگل تاریخ کردن و از اون انگل ها هایی پیدا شده چیزهای بدی پیدا شده به اون تاریخ من نگاه نمی کنم به اون انگل ها نگاه نمی کنم به تاریخ اصیل نگاه می کنم به هر روی وقتی که دوباره وقتی شیعیان آمدن دیدن خب عباسیان اومدن گرفتن خبری از این نشد که بعد از علی و بنی امیه بیان و بگن آقا خب حالا امام حسن چرا نایمد نا امام حسین چرا نایمد نا دیدن کاری برای اینا نکردن اینها رو به خلافت بعد نگذیدن این بود که اومدن لغت رو عوض کردن به جای خلافت واژه امامت رو آوردن جلو گفتن اصلا امامت از طرف خدا میده داده میشه به کسی نیاز نیست به جنگه امام تو خونش هم که بیشینه امامه دیگه فکر نمیکنن امام یعنی پیشوا وقتی یک نفر پیشوا میشه باید پیشا پیش را بیفته امام زید به دینی که در سراسر عمرش بیمار بود چگونه این امامت رو میتونه بکنه امام موسای کازم 27 سال در زندان بود خب این چه امامتی داشته بکنه آدم های خوبی بودن ولی تویی که میای میگی که نه خلافت رو ولش کن قبول ندارم امامت رو قبول دارم امامت باید نشان بده این امامت رو ابو مسلم زمانی که بنی امیه رو کوبید رفت پیش امام جعفر صادق گفت خلیفه شد گفت من نمیشم نمیخوام این بود که به عباسیان رسید بنابراین این چیزها رو در تاریخ ببینید اینها رو در تاریخ بخوانید به هر رو بعدم خب دیدن یه ای ممکنه قبول نکنم بگن آقا امام قبول داریم امام ولی امام باید بیفته جلو تنها امامی که رفت جلو و گفت حق من خلافت و باید بگیرم حسین بود که اون هم کشت و دو دستاویز آخوندها دارن یعنی آخوندها فقط دو چیز رو چسبیدن که این دو چیز عیبی نداره و ناراحتی نداره و کسی نمیتونه رد کنه یکی علیه یکی حسینه چون علی شخصیت فرزانه ای بود بهش ناروایی نچسمیده در اون جایی که من در تاریخ میبینم شاید به این دلیل باشه که هم سنیان علی رو قبول دارن هم شیعیان هم علویان هم هفت امامی ها بنابراین در مورد علی هیچ سخنی نیست آخوند به این چسب یعنی زیر سایه شخصیت این آدم خودش قایم کرد دومیشم حسینه حسین تنها کسی بود که آقا گفت من امام هستم من خلیفه میام میگیرم ازتون رفت نتونست کشته شد بقیه امام ها کاری نکردن در اینجا فقط برای این بوده که شیعه میخواسته که این امامت رو به صورت سلطنتی در اسلام وارد کنه وقتی دیدن یه عده میگن آقا ما قبول داریم امام ها رو ولی امام اونیست که باید بره مثل حسین به جنگه اگه غیر از این باشه ما امامت رو قبول نداریم یا روش حرفه یا نگفتن اصلا قبول نداریم گفتن امام باید بره بجنگه اون وقت بدونید آخونده چی ساختم گفتن هر کس بمیره و امام خودشو نشناسه این که در گوش مورده امام میگه این بیدین از دنیا میره بعدم از زمان صفویان این به پاسخ اون بیننده است که گفت آیا شیعه از زمان صفویان آغاز شد نه شیعه تو که گفتم از زمان معاویه آغاز شد و دوره ها و پله های گوناگونی رو گذروند تا رسید به زمان صفویه در زمان صفویه خشونت و بیرحمی و سنگدلی صفویان کشتار بیرویه از سنیان ایرانی به ویژه در آزر آبادگان و خشمی که نسبت به خلفای راشدین نشون دادن پولی که میدادن صفویان به آخوندها که بر سر منبر تا میتونن اون سه خلیفه رو پایین بیارن و بعد علی رو بالا ببرن و رفته رفته باعث شد که اصلا حکومت ایران دیگه یک حکومت ملی نبود یک حکومت مذهبی بود خب روشنه که در این حکومت مذهبی خشونت تعصب سنگدلی هم بسیار خواهد بود بعد وقتی البته شاید باز میگم من چون به عنوان یک بررسی کننده تاریخ هستم شاید نیت صفویان من این لغت شاید رو فقط در زمینه گسترشیه میگم و اگر کارهای دیگرشون اصلا قابل قبول نیست و اصلا قابل دفاع نیست ولی شاید این گسترش و فشاری که آوردن روی شیعیان و اون ناسزاهایی که اصلا سراحتا دستور میداد شاه اسماعیل صفوی و شاه عباس و غیره که ناسزا بگن به عمر عثمان و شاید به این دلیل بوده که میخواستن نیروی رونی ایرانی رو آماده کنند در جنگ با عثمانی ها از این دیدگاه شاید نیتی داشتن ولی در کل مسئله یک دو پارچگی یک شکاف عمیق میان دو گروه از اسلامیان که سنیان و شیعیان بودند پدید آوردن به هر حال به رهبران اونها ناسزا گفت باز شد در نتیجه خشم گروهی که سنی بودن اهل تسنن بودن بیشتر و بیشتر شد زد و های مذهبی بدبختانه هنوز هم دنبال میشه حالا دو نکته رو من از کتابی که یکی از آخوندها نوشته که این رو من یادداشت کردم بدبختانه نام این آخوند رو در ذهن ندارم ولی منکرش نیستن آخوندها که این حرف هست میگه خداوند دوستی و پیروی از شیعیان را به زمین ها نشان داد خود این لغت رو وقتی شما بشنایی این یعنی چی منظورش این است که خدا اومد به کره زمین دوستی و پیروی از شیعیان رو نشون داد حالا شیعه ای که بعد از امویان در زمانی که خلفای راشدین رفتن از بین حالا بنی امیه اومدن و بعد داره شیعه تشکیل میشه قبلا خدا در موقع آفرینش اومده دوست پیروی شیعیان نشونه کره زمین میده من نمیدونم دوستی و پیروی از شیعه رو چجور میشه نشون داد یه شکلی باید داشته حالا اگه بگن تصویر علی رو نشون داد تصویر محمد رو نشون داد تصویر عیسی رو نشون داد یه چیزی ولی دوستی و پیروی از نشون کره زمین داد حالا این اولیش بی معنی بودنشه حالا نشان داد آنها که پذیرفتن یعنی اون زمین هایی که پذیرفتن زمین شد صاحب مغز پذیرفتن بارور شدن و این زمین های باروری که در دنیا هستن دوستی و پیروی از شیعیان رو نشون اگه اینجوری مسی که ایران کبیر لوتش و عربستان اصلا نپذیرفتن ولی تمام اروپایی و امریکاییا که انقدر سرزمیناشون بارور و سر چیزه پذیرفتن دوستی علی رو دوستی شیعیان رو خداوند دوستی و پیروی از شیعیان رو به زمین ها نشان داد آنها که پذیرفتن بارور شدن آنهایی که نپذیرفتند شورزار قویر شدن پس اون دیکه زمینی که وسط ایران شور زاره و کبیره دوستی شیعیان رو نپذیرفت به کوه نشان داد آنها که پذیرفتند بلند شدند و آنهایی که نپذیرفتند پس شدند به آبها نشان داد آنها که پذیرفتند شیرین شدند و آنهایی که نپذیرفتند شور شدند سطح فکر یک آخوند رو ببینید چیه برای اینکه این شیعه بالاس به این شیعه فلانه میگه به زمین خدا نشون داده اینا اینطوری کردن اون زمینه قبول نکرد خار شد اون زمینه فلان کرد در یه جای دیگه ای باز من از کتاب های آخوندیز خوندم که میگه معنی قرآن را جز ما کسی نمیداند وقاحت رو ببینید عربی رو اصلا درست نمیدونن خود رهبر کلشون که 15 سال در عراق بوده و مدت قبل از اونم در موقع طلبگی در نجف بوده عربی نمیدونست خمینی با حسن هیکل که صحبت میکرد مترجم آورده بودن ایشون عربی نمیدونست بعد اینا میگن معنی قرآن رو جز ما کسی نمیدونه همه مردم همه مسلمانان یعنی حالا شیعه یا هرکی باید از ما بپرسن مسئله تقلید از همینجا پیدا شد که اصلا شما فکر نکنید شما چیزی از قرآن نمیدونید قرآن ما میدونید حالا بیایید از ما بپرسید از ما تقلید کنید آقا من مغز دارم من همونی که تو تو جمجمت منم دارم از چی بیام از تو تقلید کنم من من میمونم چه تقلیدی؟ در یک کاری که به باور قلبی مربوطه در کاری که باید مغز آدم کار کنه در جایی که باید قلب آدم به پذیر یک چیزی رو من بیام از تو تقلید کنم چی چی رو تقلید کنم من تو داری معلق میزنی که من بیام از تو تقلید کنم بینندگان عجمند موقع پخش آگهی هاست میریم پیام های بازرگانی رو میبینیم و میشنویم برمیگردیم در پیشگاه بینندگان ارجمند تمام خط ها پره من نمیدونم چیکار کنم زمانی هم نداریم بحث دیگری هم که بکنم بحث طولانی خواهد بود داستان مهدویت که از کی این مهدویت پیدا شده و خط ها هم پره یکی از بینندگان هم سخنی داشت که به علت خراب بودن گوشی تلفنش ازشون خواهش کردم دوباره بگیرم علاوه فرمایید سلام آقای درود بر شما ممکنه صحبتاتون درباره اضافه کردن علی ان ولی الله تو اذان بله از این از این بدعت ها زیاد دارن قنوت اضافه کردن علی ولی الله اضافه همه اینا رو خواهم گفت خیلی متشکرم خواهش میکنه. علاوه بیننده دیگری پرسید که یکی از این تلویزیون ها حالا در آمریکا ممکنه نباشه در هر جا در جایی بوده در همین زمینه ها سخن میگن و بسیار سخت به ابو مسلم میتازن که ابو مسلم خلافت رو از بنی امیه گرفت و برد داد به عباسیا پیش از این که من اصلا نمیدونستم که این سخنگو یا این برنامه ساز گرامی این دو گفته یا نگفته من به شما گفتم که ابو مسلم این پیشنهاد رو به امام جعفر صادق رفت کرد امام جعفر صادق نپذیرفت گو آقا شما که امام هستیم میگید من پیشوا هستم خب یه خلیفه شو نپذیرفت خب ناگزیر بود یه کاری بکنه این بود که گفت خب عباسیان رو بهشون این کار رو میدیم حالا هرچند که اونها به قدری نمک نشناس بودن که خلیفه المهدی کشت ابو مسلم رو در حال که خلافتش از این داشت به هر روی اه این مشکلی است یعنی انگیزه حتاکی و ناسزاگویی این رسانه است به ابو مسلم اما نکته مهمی این است که اصولا ابو مسلم یک شخصیت پیچیده‌ای بود و بسیاری از کسان نه بسیاری ولی میشه گفت 20 درصد 25 درصد ما ایرانی هم همیشه اهل درصدیم حالا یه مقداری از پژوهندگان معتقدن که ابو مسلم کارهای خوبی نکرد کار خوبی اصلا نکرد در حالی که 75 درصد و اونجور که تاریخ نشان میده این مرد واقعا کار کرد یعنی اصلا سس کرد پایه عصبیت عربی رو و بعد از اون اصلا عباسیان کم کم آمد اصلا هارون و رشید و معمون مرکز خلافت چون آوردن مشهد به امام رضا پیشنهاد کرد معمون اومد ولی شد من از این آقای آقایون آخونده میخوام بپرسم اگر اینها قاسب بودن شما میگید هاشمیان عب بنی عباسیان قاسب بودن چطور میشه امام هشتمتون میاد ولایت اهدیه یک قاسب رو میپذیره آقا اگه این قاسبه تو باید به جنگی خب این یه نکاتیست باید روشن شه هیچ یک از این بزرگان دین اهانت نمی کنم. من میپرسم میگم آقا پیشوای هشتم شما چرا پذیرفت ولایت عهدی معمون رو دلیل بیارید بعد باز یکی از بینندگان میگفتش که در یکی کتاب از کتاب ها خونده که حضرت آدم حضرت آدم عبال بشر تن رو میشناخته و بهشون اعتقاد داشته این منم خونده بودم از این پرت و پله ها میگن از اینها زیاده گفته میشه و نباید بهش توجه داشت به هر روی در مورد ابو مسلم تا اونجایی که من بررسی کردم تا اونجایی که در کتاب ها خوندم ابو مسلم یک ایرانی نجاده بوده یک ایرانی مبارز بوده ضد تازیان بوده تا اونجایی که تیغش میبریده جلو رفته البته هرگز به پای بابک نمی هرگز به پای مازیار نمیرسیده ولی اون هم در آغاز کار برای خودش راه گشا بود الو بفرمایید فرمایید الو بفرمایید درود بر شما استاد درود بر شما من از آلمان دوباره مزاحم تون میکنم یک سوال داشتم در مورد اینکه اگر شما تاریخ های بسیاری رو ورق بدین و مطالعه فرمودین اگر بخواید تا... کتاب تاریخی رو که به اصطلاح از کتاب دیگه هست چی به ما معرفی میکنین یک مه. دو اینکه ما در مثال داریم که میگن برو اون که نادر رفت اینو آیا مثلا وضعیت نادر در نهایت مشخص شد یا نشد سفون که زمانی که ما به صلاح شاعباس کبیر یا بزرگ در تاریخ داریم نادر اگر بخوایم این دو رو با هم مقایسه بکنیم به چه صورت مقایسه میتونیم بکنیم که آیا چرا پس به نادر لقب بزرگ ندادن بله و در نهایت این سوال رو میکنم جوابش رو برای درس دیگه یا برنامه دیگه خواهش میکنم خواهش اینکه ما زمانی که تاریخ رو نگاه میکنم همجور که شما تاریخ رو ورق میزنین به جایی میرسیم که ایرانیان در هر شرایط تاریخی نسبت به زمان خودش انسان های متفکر و به پیشروی پیش بودن به هر کارشون امروز میفهمیم که دلایل خاص خود شده داشته اگر امروز رو بخوایم در آینده نگاه بکنیم شما به چه نکاتی برمیخوریم و امروز آیا ایرانی ها دارن اشتباه میکنن تشکر میکنم خواهش میکنم, میکنم. یعنی چی اشتباه میکنن یعنی ما. این حکومتی که امروز بر سر کار هست و بله. مسائل رو که امروز داره میگذره مثلا مثلا در مورد مسائل اتمی آیا خود ایرانی ها ایرانیان ایران دوست که امروز در حتی در شغل های حساس هستند آیا اونها با این کارشون ایران رو میخوان نابود بدن یا مثلا در سیاست دیگه شون سیاست های نفتشون که میبینیم مثلا مردم ایران هیچ نفعی نمیبرن در این مسئله بله و اگر مثلا دیویست سال دیگه بخوایم در رابطه با امروز صحبت بشه تاریخ نوشته بشه بله این مسائل رو نسبت به اینی که ما میبینیم در گذشته این مسائل بوده و ایرانیان هر کارشون دلیل خاص خودشو داشته بله آیا این هم در تاریخ فرده چه راجبش نوشته چه بله اشتر خواهم گفت. اولا نخست این که کدوم کتاب تاریخ رو من پیشنهاد می کنم هیچ وقت من در زمینه تاریخ به کسی کتابی رو پیشنهاد نمی کنم چون اگر پیشنهاد کنم دلیل جبهگیری منه شما همه تاریخ ها رو باید بخونید تاریخ های زد اما اگر برهه و برشی از زمان رو شما می بررسی کنید برای نمونه قدر اسلام رو صدر اسلام رو بگیرید در اندیشتون داشته باشه بعد برید تاریخ هایی که درباره صدر اسلام نوشته شده نه خیلی پنج و شستا شو تاشو چار تاشو تا بگیرید بخونید اون وقت خود شما بهترین داور خواهید بود اون وقت میرید دنبال بعدش که ببینید بعد چی شد چرا اینطور شد چرا اونو نوشتن چرا فلان نوشتن اگر یک تاریخ رو بگم شما فقط از دیدگاه همون تاریخ نویس نگاه میکنید و این درست نیست تاریخ رو باید از هم دیدگاه ها دید اینی که گفتم برو آنجایی که نادر رفت نادر دشمن آخوند بود نادر درک کرده بود که در زمان صفویان چه انگلی رشد کرده این بود که اینها رو میکوبید به همین دلیل آخوند دشمن نادر بود و وقتی هم که نادر مرد به هر کی که می گفتم میگفتم برو اونجایی که نادر رفت یعنی برو به جهنم منظورشون این بوده در مورد کبیر بودن شاه عباس و نادر هر تاریخ نویس بی نظری، هر تاریخ نویس جرف نگری هر تاریخ نویس ایران دوستی که شرح زندگی شاه عباس و نادر رو بخونه بی چون و چرا میگه کبیر بودن به نادر میبرازه نه به شاه عباس شاه عباس به خاطر اینکه آخوند رو میدون داد و بدبختانه در زمان قاجاریان و آغاز پادشاهی پهلوی ها که هنوز رضا شاه کاملا اون تسلط ویژه نداشت تاریخ ما رو ماسون ها و آخوند ها نوشتن به همین دلیل کبیری رو به شاه داد دادن شا عباس کجاش کبیر بوده شاه آدم خور داشت شاه عباس ترین آدم بود شاه عباس فرمون ده هزار تا هزار تا میداد چطور شما شاه رو میتونید بگید کبیر کجا شاه اون چیزهایی که از دست ایران رفته بود بگیره دوباره ولی نادر این کار رو کرد ولی نادر رو آخوندها باش موافق نبودن به همین دلیل سعی کردن او رو لجن بمالن حالا که گرد و خاک از شهره تاریخ گذشته پاک شده معلوم میشه که این چه قهرمانی بوده در این مورد که ایرانیان در هر سالی متفکر پیش رو بودن منظورتون اگر راجع به بمب اتم و این چیزهاست این رژیم اگر ملت ایران رو دوست داشت نفت ایران رو حراج نمیکرد نفت ایران دو سال پیش تا ده سال آینده یعنی از دو سال پیش تا ده سال آینده بشکه نه دلار پیش فروش شده کجا اینا ملت رو دوست دارن؟ تک محموله هایی که میفرسن میره تو جیب آخوندها هیچ یک از قراردادها رو مطرح نمی کنن در مجلس که علنیش مردم بفهمن چه, چه کار رونوشت هیچ قراردادی رو که درباره فروش نفته به سازمان ملل متحد نمیدن در حالی که باید این کارو بکنن که اگر روزی اختلاف شد سازمان ملل متحد داور باشه خب پس اینا ملت رو دوست ندارن اما در مورد بمب اتم معلومه هر بزن بهادری هر کسی حالا چه خوب چه بد میخواد نیرومند شه کشور ما باید نیرومند شه در منطقه ای است که باید نیرومند اما نه به دست یک گروه بیمسئولیت، نه به دست رژیمی که تروریست دولتی میپرورونه. نه به دست رژیمی که هیچ چیز براش مطرح نیست جز کشتار و بر سر مستندش هستن. خب روشن تیغ دادن در کف زنگی مست به که افتد علم را نادان به دست. تیغ دادن در کف زنگی مست به که افتد علم را نادان به دست نه با این حکومت خطرناک ما بمب داشته باشیم ولی یک حکومت ملی باید نیرومند باشه در منطقه ای است که باید ایران نیرومند باشه و این استعداد نیرومندی رو داره پیش از این که بفرمایید الو درود بر شما بفرمایید سپاس از اقای دکتر داشتم. من این هستم بفرمید حال شما خود بخور ببخشید من این بود که ممکن شما راجب پیدایش محرم و آشورا تا شما به چه شکلی بود؟ بله خب یه قسمت چی گفتم دیگه در آشورا و محرم اصولا جزء ماه از تلویزیون گوش کنید بهتون میگه بله سرش خیلی بله محرم و سفر و رمضان و گویا یک ماه دیگر یا همین سه ماه از ماهایی بود که پیش از اسلام تازیان این ماها رو ماهای حرام میدونستن ماهایی میدونستن که در اونها نباید بجنگن بر این پایه وقتی هم که اسلام آمد این ماهها همونطور محترم موند برای اینکه اصلا مربوط به دین نبود یه چیز فرهنگی بود که داشتن و اتفاقا در محرم جنگ میان یزید و امام حسین هم آغاز شد و در روز نهم ده و دهم محرم که در روز دهم ده آشورا در ظهر آشورا امام حسین کشته میشه این سابقه تاریخی محرمه حالا بعد آخوند آمد و این رو گرفت به دستش و بزرگترین منبع درآمد مالی خودش کرد اون رو در هفته های آینده در بارش سخن خواهم گفت ولی این محرم و سفر و اینها اینها در ماه... ماه های عربی هست که در اون موقع تازیان در دوران جاهلیت باش نمی جنگیدن در اونجا، نمی... اونها رو ماه های حرام می دونستن ماه های مقدس می دونستن الان بفرمایید سلام آقای انقطاع جانم اه... اه... تاریخ وقتی که میخواد یک اه... بعدا قضاوت بکنه در مورد آدم ها در بر... بر اساس گفته های اونها قضاوت میکنه مثلا من وقتی که گوش میدم به این حرف های خامنه ای این اصلا یک دونه حرف بد نمیزنه یعنی هر چی که میگه حرف های انسانی بسیار زیبا میزنه خوب. من و... خب همه ایرانی های تقریبا آگاه میدونن که این بسیار است، خبیس خونخار بله ولی من میخوام اینم وقتی که یه نفر حالا در آینده بخواد بیاد ببینه که این بابا چی گفته حرفای بسیار زیبایی زده میتونی برای من توضیح بدین؟ کاملا بهتون توضیح میدم مرسی ازتون متشکرم تاریخ اگر میخواست به حرف کسان گوش بده معاویه، ابو سفیان، یزید، شمر، هرمله، امام حسین، علی، محمد همه آدم خوبی بودن چون همه حرف خوبی زدن تاریخ به رفتار اشخاص نگاه میکنه تاریخ به حرف کاری نداره حالا شما میگید حرف وقتی ایشون میاد میگه که ولی فقیه یعنی من روش نمیشه بگه من میگه ولی فقیه ولی فقیه از طرف خداست و وقتی که ولی فقیه یک رأی رو میده چون رأی به دنباله امامت مربوط میشه این رأی حاکمه حتی اگر اکثریت مخالف باشه اکثریت ملت مخالف باشه در حالی که حالا من نامه از علی براتون میخونم که معتقد مردم رأیشون از هر چیزی بالاتره و این در برنامه های آینده خواهید شنید آدمی که میاد میگه من از اکثریت مردم حرفم بالاتره این کجا حرفش قشنگه حرف قشنگی نمیزنه و رفتارش هم که دیدید هر چی قلم شکسته هر چی روزنامه نویس انداخته زندان چقدر آدم کشته شده پنجا شست دانشجوی بیگناه از چهار پنج سال پیش تا حالا در زندانن چرا؟ برای که اومدن گفتن ما آزادی میخوایم و این بیننده رو پاسخ میدم دیگر بینندگان رو بگذاریم بر پس از برنامه الو بفرمایید؟ الو بفرمی آقای درود بر در شما درود بر شما قربان میخواستم دو تا سال کوچولو از شما بکنم و وقتمون خیلی کمه بری بفرمایید بله. یکی در مورد فروهر بود این مجسمه ای که بله تاریخ برای ما گذاشتن بله آیا می‌خواستم ببینم این فروهر هم خوانده میشه یا بله. هم... اینم براتون میگم نه این فروهر که غلطه همون فروهر درسته ولی در گذر زمان در زبان پارسی دری به فروهر گفته شده ولی درستش و راستینش که در پهلوی ساسانی و اوستایی هست فروهره بله. بعد نکته دومی هم که میخواستم به عرضتون برسونم این بود که برای این آقایونی که میخواستم برنامه شما رو توی ایران نشون بدن خواستم خب این حرف منم اقلا اگه میتونن نشون بدن و بگن که در خود قرآن آیه ای اومده در سوره ابراهیم جزء سوم فکر کنم نوشته هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر از زبان خود. خودش, خودش. در نتیجه اگر ما عربیم خیلی خب ما محمد ما باید قبول داشته باشیم بله. اگر ما تازی نیستیم پس این قرآن برای ما نیامده بله. این بخ... برای خود عرب هاست و در ضمن حضرت محمد هیچ موقع نگفته که یک نفر آه نمیدونم آه سنی باشه یا نمیدونم شیعه باشه خود یک محمد یه پیغمبری رو فرستاده یعنی تموم شده رفت درست. حالا ما دوازده نفرم ایلا تبارش بله. قبول میکنیم که نه دوازده تا بیشتر هم هست عباس هست هست فاطمه هست اینا هم هستن اینا هم اضافه کنی بله چه بله. <تصفح> خب همین میخواستم سپاس گذارم بله. نکته مهمی که ایشون گفتن تنها اینیست که اگر آخوند قرآن رو قبول داشته باشه من ده ها مورد براتون میارم از قرآن خون زدش رو داره میگه کجا قرآن؟ اگر قبول داشت بله اگه قبول داشت میگفتیم آقا تو قرآن برو بخونم چیزی هست اون اصلا چیز دیگری است اون اصلا یه موجود عوض کردن اون شیعه پیشین دیگه نیست مسئله اینه بینندگان ارجمند وقت ما در اینجا به پایان رسید با سپاس از همگی کسانی که در این گاه و بیگاه در گوشه و کنار جهان زمانی از وقت پرارزش خودشون رو به این برنامه دادن به همه اونها درود میفرستم به کسانی که روی خط آمدن با من همکاری کردند. درود میفرستم همگی رو به خدا میسپارم روز و روزگار بر شما خوش پاینده ایران بدرود به دیگر تلفن ها در پشت خط پاسخ.